درود، حرمت، احترام خدمت به تمامی شما خوبان و مخاطبین برنامه هزار روز. امیدواریم هر کجای دنیا که هستین خوب و خوش و سلامت باشین. این روزها بحث گفتمان صلح افغانستان یکی از مباحث داغ بین المللی هست که در اون سرنوشت میلیون ها انسان قرار هست و غم بخورن و در موردش تصمیم گرفته. شما میدانین که یکی از این موارد مهم تعیین نوع حکومت هستند. تعیین نوع حکومت یکی از اساسی ترین و مهمترین تصامیم هست که یک جامعه میتونه بگیره و این به عهده نخبگان و مردم هستند. این تصمیم تعیین کننده نحوه تقسیم قدرت، اختیارات و مسئولیت ها در یک کشور هستند که بر اساس تعیین این سیاست ها و تصمیم گیری ها و روند توسعه جامعه تاثیرگذاری خود خود نشان میده. بر اساس این نوع حکومت یک کشور ممکن است به صورت جمهوری، مشروطه، ملکی، دیکتاتوری یا دموکرات مدیریت بشه. توزیع انواع مختلف حکومت مزایا و معایب هر کدامشان به شهروندان و جامعه کمک میکند تا انتخابی آگاهانه تر، هوشمندانه تر برای ساختار یک حکومت یا کشورشان داشته باشد. حالا اگر فرض را بر این بگیریم که نسل حاضر افغانستان بین تجزیه یا فدرالیسم یا حکومت های دیگر یا انواع دیگر مثل جمهوریت یا سلطنتی بخواهد یک مدل را انتخاب بکنه، کدام مدل بهتر هست؟ به خاطر همین ما خواستیم با کارشناسان به تماس باشیم و راحتتر و بهتر از اونها پرسان بکنیم. یکی از کسانی که کارشناس در این امر هستند آقای دکتر حسین یاسا هستند، یکی از متخصصین امور هستند که سالهای سال هستند در مورد فدرالیسم تحقیقات زیادی انجام دادند. به همین خاطر ما امروز خواستیم بحث فدرالیسم رو دنبال بکنیم، در مورد معایب و مزایای فدرالیسم بیشتر صحبت بکنیم. آقای دکتر حسین یاسا، بسیار خوش آمدین در برنامه ما و افتخار بخشیدین از اینکه در برنامه ما هستیم. به عنوان سوال اول خواستم از شما این رو بپرسم که یک مجموعه از کسانی که در افغانستان یا خارج از افغانستان زندگی میکنن گزینه به نام فدرالیسم را پیشکش کردن در جوامع بین المللی و نوع خواستار حکومتی فدرالیسم برایشون بسیار اهمیت دارد. حتی جایی که من میدانم یک مجمعی هم به نام مجمع فدرالیسم جور شده. شما در این زمینه چه صحبتی دارین و اگر میشه در قدم اول بعد از اینکه سلام علیک با دوستان داشتیم در مورد فدرالیسم بیشتر صحبت بکنیم که چه نوع حکومت غیر متمرکز هست و چه مزایایی را در زمینه دارد. از شما میشنویم، مهربان، مایک از شماست. نحمد هنا صلی علی رسوله الكریم، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و بسم الله الرحمن الرحیم. طوری که شما فرمودین یک موضوع مهم است بدون شک، و طبیعی است که وضعیتی که فعلا در افغانستان حاکم است وضعیت نامطلوب است و همه می دانند که یک وضعیت نامطلوب است، غیر طبیعی است و با در نظر داشت علایم که او را همه متوجه است این نظام زیاد پایدار نیست و انشاءالله علی ولدیم بسیار زود یک نظامی در افغانستان برپا خواهد شد که مبنی بر اراده مردم باشد. خب اینال سوالی است که چی نوع یک نظام باشد که او کم متفاوت تر باشه از نظام های گذشته و نظامی باشه که در او چند ارزش مراعات شده باشه که او در درجه اول همه حق خودگردانی مردم افغانستان، مردمانی که متعلق به فرهنگ های مختلف است، از لحاظ تبار، از لحاظ فرهنگ، از لحاظ جغرافیایی، خود طبیعی است با حوزه مختلف افغانستان ربط دارد. چه رقم میشه که همه از اونا به حق خودگردانی برسه که یکی از ارزش های سده 21 است، و دویمی که هیچ کاری صورت نگیره در افغانستان که او تجاوز حساب شود به حق شهروندی همه مردم افغانستان، ولو
اقوام مربوط به قوم خود باشن یا کلان باشن این مهم نیست، منتها با حق هیچ کس تجاوز صورت نگیره و همه در حقوق شهروندی خود برسه. بنان بنده فکر میکنم که غیر از یعنی راهکاری که بسیار زیاد تو رابطه بحث کردن، بررسی های مختلف صورت گرفته، نظام فدرال برای افغانستان یک نظام مناسب تر است، مناسب حال اینمی ترکیب و اینمی تنوع قومی مذهبی یا جغرافیایی افغانستان، فرهنگی افغانستان است که او مناسب حال افغانستان است. به مو خاطر مجمع فدرالستان به می خاطر به وجود آمده که برای ترویج، تشویق و تفهیم بیشتری فدرالیزم بیشتر کار صورت بگیره تا مردمایی که از فدرالیزم یک برداشت خوب نداره برای زنام خدماتی لازم را ارائه بکنه. تشکر. به نظر شما چه تفاوت بین فدرالیسم وجود داره با یک حکومتی که متمرکز هسته و مستقیما تمام وظایف و دستورات را از حکومت مرکزی میگیره؟ یعنی چه تفاوت های عمده ای وجود داره که باعث میشه فدرالیسم گزینه برتر باشه از نظر شما؟ ببینید بسیار ساده است، داخل هر چیزی که ایز مامد بفهمین که اون یک اندیشه است، یک ایدولوژی سیاسی است. فدرالیزم یک اندیشه سیاسی است که پیشنهاد میکنه به یک نوع نظام سیاسی را که در او حکومتی چند لایه باشه و حکومتی چند لایه که حد و حدودی صلاحیت های زنا معین مشخص باشه و با ضمانت قانون اساسی تمرین شوه. یعنی ای که حکومتی که در دست یک نفر باشه یا یک گروه باشه یا یک گیز باشه که او به هم سراسری او در یک جامعه که او جامعه غیر متجانس است، یک چیزی بسیار زیاد جالب به نظر نمیرسه. و اگر این نتیجه میده دمی طول سالها تاها سال حتما نتیجه میداد، نتیجه نمیده. فاصله بین همیشه نظام ها بخاطر ازی سقوط کرده که فاصله بین حکومت و مردم به وجود آمده و او بخاطر ازی که همی اندیشه اساسی دولتداری که او عبارت از ملت دولت بوده اصلا غلط بوده. افغانستان سرزمین ملت هاست، سرزمینی که متعلق به مردمانی است که ضرور نیسته و اونا همی فرهنگ های متعلق به فرهنگ های متفاوت است، به زبان های متفاوت است. خب بنان ضرور به ای است که باید به با کلگی احترام شود و اگر احترام نکردی و به طور مصنوعی یا به اصطلاح انگلیسی که ملتینگ پات پالیسی، یعنی کلگی را در یک دیگ بخار انداختی جوش دادی یک ملت جور میشه، او رقم نمیشه. بنان ضرور ضرورت به ای است که همه احترام شوه و احترام از طریق یک راهکار نهادی شوه. یعنی او چی رقم میشه که شما باید تن بدین به یک سلسله واقعیت های زمینی که افغانستان متشکل و اینمی رقم یک مردمان غیر متجانس است و کلگیشان حق داره با اون مردم به طور مساویانه عادلانه زندگی بکنن و اینمی راهکار و سازوکار غیر از فدرالیزم دیگه هیچ نظام دیگه او را پیشکش نمیکنه. بنابراین ضرور به است که یک نظامی باشه که او همه مردم را با هویت‌های فرهنگی، قومی، تبار جغرافیاییشان به رسمیت بشناسه که او غیر از فدرالیزم دیگه هیچ نظامی نیست. تشکر. خواهش میکنم، شما اشاره کردین اسم هایی که می آیند پشتش یک اندیشه هست، یک حرکت هست، یک جریان هست و قبلا هم تجربه شد. خب ما اسم های زیادی هم داشتیم که در افغانستان آمد، مثلا یکیش کمونیست بود اما شکست بود. نم چه تضمینی وجود داره که اگر مدل فدرالیسم در افغانستان پیاده شد مدل موفق باشه؟ یعنی
ما دیدیم در دنیا که خیلی از کشورها بودن مدل های موفقی رو داشتن، در خیلی جاها هم فدرالیسم واقعا عمل نکردن. اینال شما چه نوع مدلی را برای افغانستان پیشنهاد میکنید که ای بیاید و یک به عنوان یک الگو پیاده شود و واقعا سازگاری داشته باشد با همو جامعه محلی که شما گفتین، با فرهنگ ها و مذاهب مختلفی که به صورت یک مولتیکالتور در داخل افغانستان وجود دارد، تمام از اینها را بتواند تحت کوشش قرار بگیرد، تضمین وجود داشته باشد؟ اگر میتونید مسئله را یک مقدار باز کنید. ببینید، گپ بسیار ساده است. جوامعی که یعنی یک کشور است، کشوری متشکل از یک قوم است. یعنی بسیار کشورهای اروپایی که شما لیست بگیرین، اکثریت از اونا مثلا 80% متشکل از یک قوم است، 85%، یعنی بالای 90% هم است. بسیار کشورهای دیگه است که اونا تعداد کم در اروپا، در دیگه کشورها هم است که اونا متشکل از یعنی اقشار غیر متجانس هستند، یعنی جوامعی هستند که زبانهای متفاوت دارن، فرهنگهای متفاوت دارن، پیشینه تاریخی متفاوت دارن. یعنی شما بس چی کار بکنیم در یک کشوری که در او مردم های متفاوت زندگی بکنه و چی کار بکنه؟ هم دیگر قتل عام بکنه، هم دیگر بکشن، هم دیگر یعنی حس بکنه، چی کار بکنه؟ یعنی او افغانستان تنها او کشور نیست که میره، کمه بسیار کشورهای دیگه است که اونا هم متشکل از مردم های غیر متجانس است، از لحاظ فرهنگی، از لحاظ تاریخی، از لحاظ زبانی، تباری، مذهبی. بنابراین ضرورت به این است که یعنی یک فرمولی را روی دست گرفته شود که همه مردمی، یعنی که متعلق به اقشار مختلف است، برای کلگی یک زندگی مسالمت آمیز تضمین بکنه، که او غیر از فدرالیزم دیگه چی نیست. یعنی فدرالیزم که میگم، او فدرالیزم یک ساختار، یعنی وقتی که فدرالیزم باعث اندیشه و فدراسیونه که مطرح میکنیم، او باعث یک ساختار، یعنی فرق میکنه باز دو. یعنی شما نهی که فدرالیزم به حیث یک اندیشه، به حیث اندیشه که او بود اخلاقی داره، بود فرهنگی داره، او را نمیتونه نادیده بگیریم. مثلا شما ببینید در بسیار کشورهای افریقایی که نظام های فدرال است و نظام های یونیتار است، مرتبه دویش ناکام است، نه؟ به خاطر از اینکه حکومتداری خوب در اونجا نیست، یعنی احترام به حقوق بشر نیست، یعنی مشارکت ملی نیست، یعنی حکومت ها پاسخگو نیست، حکومت ها کارا نیست و غیره و غیره، حاکمیت قانون در اونجا نیست. یعنی در اون صورت اگر انمی ارزش های اساسی برای موفقیت هر نظام که لازم است، اگر او نباشد، چی نظام یونیتار باشد چی فدرالیزم باشد، ناکام است. بنابراین وقتی که فدرالیزم رو مطرح میکنیم، با کلی ابعاد از او باید مطرح شود، بودی ساختاری از او، بودی اخلاقی از او، بودی فرهنگی از او. بودی فرهنگی، همه ای ما انسان هستیم، همه ای ما برابر هستیم، باید با برابری تن بدیم. هیچ کدام ما به خاطر زبان، به خاطر اصل نسب برتر از هیچ کس نیستیم، همه ای ما و شما برابر هستیم. بودی ساختاریشی که اونم مطرح کردیم خدمت شما، بودی فرهنگی هم اینمی که شما باید که تن بدیم. این ما یک مثال کوچک برای شما بدم که یک نفر در مقابل شما میاد، یک کلاشنکوف در دیست شما قتل عام بکنه شما را، فقط به خاطر از اینکه شما هزاره هستین یا ازبک هستین یا یک کاربر، یک گوشوار، یک زبان هستین، ولی تنهایی کفایت نمیکنه که شما از دیست از او کلاشنکوف بگیرین. شما باید که از لحاظ فرهنگی، از لحاظ اخلاقی، او رو باید که دمی نتیجه برسانین که امو کلاشنکوف از دست از او گرفتین، سبای کلاشنکوف دیگه پیدا میکنه. او باید که دمی نتیجه برسه که اینمی ازاره، اینمی خانوم نوری که روی بریم بینمی قیافه کششته، اینمی محترم است، اینمی حق زندگی داره، این نباید حذف شوه، این نباید کشته شوه. بنابراین همه ابعادی یک نظام سیاسی که میگیم، یک ایدولوژی که میگیم، با همه ابعاد از او، ابعاد فرهنگی، اخلاقی و فرهنگی از او باید مراعات شود. یک کار سخت است اما ناممکن نیست. اما
مهمترین حرفی است که از دست از او آدم اولم کلاشنکوف گرفته شود. یعنی به این مفهوم است که باید ساختار تغییر بکنه، ساختارات تشویق کننده حسن همزیستی است یا تشویق کننده کشتار هم دیگه است. بنابراین فدرالیزم یک نظام نسبتا نزدیکتر به انسانیت است، نزدیکتر به ای است که شما با همدیگه با کل تفاوت ها میتونین که زندگی مسالمت آمیز داشته باشین و بدون از اینکه همدیگه را آسیب برسانین در کنار همدیگه با یک تفاهم میتونین زندگی بکنین. تشکر. سلسله مراتب تقریبا در فدرالیسم رعایت میشه، یعنی دولت ها و حکومت های محلی و ولسوالی ها یا ولایت هایی که وجود داره یا ایالت هایی که وجود داره میتونن خودشان در قدرت سهیم باشند و تمامی کسایی که کالچر های مختلف یا مذاهب مختلف دارن یا از نژاد های مختلف هستن میتونن مسالمت آمیز زندگی بکنن، به شرط که او ابعاد فرهنگی و اخلاقی هم وجود داشته باشه و قانون مداری باشه. تا اینجا که من متوجه شدم، فکر میکنم مجمع فدرال خواهان افغانستان بحثی که این روزها خیلی داغ بود این بود که یک مدلی را پیشنهاد داده بودن و در او افغانستان را به 5 یا 7 ایالت مختلف تقسیم کرده بودن و یک نقدی که روی از این صورت گرفته بود از طرف کاربران فضای مجازی این بود که چرا همون 34 ولایت افغانستان در نظر گرفته نشوه و به عنوان 34 ایالت معرفی نشوه مثل آمریکا یا مثل کشورهای دیگه. زمینه تقسیم بندی شما، معیار شما چی بوده در این زمینه و چرا به 7 ولایت مثلا تقسیم بندی شده یا 7 ایالت تقسیمات شده و بر چه اساسی تقسیمات صورت گرفته و فکر میکنید که این عادلانه هست اگر بخواد این مدل واقعا در افغانستان پیاده شود؟ ببینین او 5 یا 7 ایالت نیست، 11 ایالت است که او را چیزی که مجمع فدرالیستان افغانستان پیشنهاد کرده. خب طبیعی است او به مرور زمان دیده شود چیزی که مردم میخواه هم چیزی که طبیعی بوده در افغانستان. مثلا هزارها درست است که متوجه بسیاری از مظالم معین مشخص بودن و سرزمینشان به مرور زمان کم شده رفته، منتها یک ملت بزرگ افغانستان است. هزارها یک سرزمین داره که گای به نام هزارستان، گای به نام غرجستان، یا هم دوستایی که یک ذره خود ملی ملی میکنن اونا میگن مناطق مرکزی، منتها بوده. اینه می رقم یک بخش جغرافی افغانستان به نام قطغن معروف است، به نام ترکستان یا بلخ معروف است، به نام لوی پکتیا، لوی قندار، لوی مشرقی معروف است، یا افغانستان مغربی معروف است. اما با عین زمان ملت های دیگه است که خورد است. ایتس اوکی، کدام گبی کلان نیست. مثلا نورستانی است، اونا به خاطر از این مجازات شوه که او برابر هزاران است یا برابر پشتونان است جمعیت از اونا، یا بلوچایی که در مجموع چیزی کمتر از افغانستان، یعنی کل سرزمین از اونا بوده که 100,000 کیلومتر مربع سرزمین از اونا در افغانستان است امروز و 200,000 کیلومتر مربع سرزمین از اونا در ایران است امروز، همونا زیر پای شده به خاطر از اینکه بلوچ است. یک غیر انسانی است. بنابراین اینمی که نورستان یا مثلا بلوچستان یا نمروزی که به عنوان یک سرزمین به رسمیت شناخته شده کاری غیر انسانی نیست. اینمی 11 ایالت یا به اصطلاح خودم البته ای که 9 ایالت یا 2 منطقه خودمختار که به نام نورستان و بلوچستان است هیچ اشکالی نداره دو و او باید به رسمیت شناخته شود، غیر از این که اونا یک قومی نسبتاً کوچکتر در مقابل یک دوست قوم کلان افغانستان است، منتهی عیب نیست. اونا انسان هستند، اونا اونمو رقم محترم است، اونمو رقم مکرم است که هزاره است، پشتون است، بلوچ است، یا مثلا تاجیک است، یا ازبک است، هر کس دیگه است. بنان او 5 یا 7 ولایت نیست و 11 ایالت است که به رسمیت شناخته شده از طرف مجمع فدرال
فدرال خانه افغانستان که او فکر میکنم بسیار انسانی تر است. البته با وجود از هم اگر در آینده دوستان دیگه اگر کدام نظر دیگه ای که او مناسب تر از این باشد در او رابطه میشه صحبت شود، در او رابطه میشه که بازنگری شود. تشکر شما. به گفته خود شما خب 11 ایالت یا 9 ایالت به اضافه 2 ایالت خود مختار و شما پیشنهاد دادین مجمع فدرال خواهان. صحبت این هست به عنوان سوال آخر، ای که نظر مخالفین و منتقدین در مورد فدرالیسم چی هست؟ خیلی ها از این می ترسن که اگر مدل فدرالیسم در افغانستان پیاده شود با مدل های دیگه مطابقت نداشته باشد و مردم هنوز زمینه پذیرش این مدل را ندانم، مخصوصا الان که طالبان حاکم هست و شما اگر این مدل را ارائه بدهید در سازمان ملل و یک حکومت همشمول بدون طالب بخواهیم، باز این هم در مشکل و چالش سیاسی میخورد. نظر شما کلا در این مورد چی هست و اینکه جواب شما در کسایی که مخالف با مدل فدرالیسم هستند و اونا حکومت متمرکز را میخواهیم یا تجزیه را میخواهیم چی هست؟ ممنون میشم. کسایی که حکومت متمرکز می خواهد، حکومت های متمرکز عمرش با پایان رسیده. ما اشاره شما را فهمیدم، بسیاری از دوستان دیگه که به ظاهر می ظاهر بسیار آراسته و پیراسته و بسیار لوکس دارن، منتها از لحاظ ذهنیت با طالبا فرق نمیکنه و در راستای تقویت حکومت طالبا کار میکنه، اونا در راستای مشروعیت یا نظمون نظام نامشروعی که به هیچ گونه ارزش انسانی معتقد نیست کار میکنه. او گپ جدا، اما یه که وقتی که صحبت بکنیم که نظام آینده محورشان فقط یک چیز باید که باشه و اویه که نظام انسان محور باشه، شهروند محور باشه. و شهروان محور که مگه به این مفهوم نیه که ویتا باید که نفی شود، یعنی تو هزاره است بینمی قواره که است بینمی رقمی که صحبت میکنی با امی فرهنگ که دو معتقد است، با امی مذهبی که دو معتقد است باید بر رسمیت شناخته شوی و هر قوم دیگه و هر پیروان مذاهب دیگه ولو مسلمانش نباشه، هندو باشه، سیک باشه، همه کلگیشان به رسمیت شناخته شوه و او کدام عیب نیست در دنیای جدید کلگیشان به رسمیت شناخته شوه. هرگز یعنی کسی که یعنی شوای وجودیشان بیشتر است اونا تحت شعاع قرار میگیره او تا نمیشه. فقط دموکراسی فدرالیزم به مفهوم اکثریت و اقلیت نیست. یعنی چی؟ یعنی هر کس که اکثریت بود نمیتونه که اقلیت زیر لغه کده رو دنبوشته بکنه، وی کار نمیشه. فقط اینمیه که عدالت مراعات شوه، اونمو حقوق اساسی و انسانی که مربوط به یک قوم کلانتر به مربوط قومایی که نسبتا کمتر است هم باشه، که او عبارت از حق خودگردانی است و در سطح بالا هم فقط همه تصامیم به خاطر زی گرفته نشود که تو کلان است ما خرد هستم، یعنی ما هر چیز به خاطر زی که ما یک چند نفر بیشتر هستم ما یعنی حق تصمیم گیری دارم، اون رقم نه. یعنی در کل دنیا آیست آیست می کلگی مردم در می نتیجه می رسه که اقلیت و اکثریت هیچ مفهوم نداره. ما و شما انسان هستیم و بر اساس یک سلسله ملاک انسانی باید تصمیم بگیریم و انشالله و لالی و لدیم ما و شما در نتیجه میرسیم. همی بحث فدرالیسم که مطرح میکنیم نه به خاطر از اینکه ایزم از داخل شه، بسیار عاشق از ایزم هستیم، نه، به خاطر از اینکه مناسب حال افغانستان است، به خاطر از اینکه انسانی تر از هر اون نظام است که در گذشته حاکم بوده در افغانستان که مبنی بر توافق طلبی بوده، مبنی بر انحصار طلبی بوده، این نظام بهتر است. یعنی هر نظام تجربه شده غیر از فدرالیزم. بین میرم یک دفعه تجربه بکنیم چه آسمان در زمین میخواد، یک دفعه تجربه میکنیم اون امور رقم که دیگه نظام ها نتیجه نداد که بالاخره در این نتیجه میرسیم که ایم نتیجه نداد، منتها یک دفعه که امتحان که بکنیم میره. همین میخوام غیر انسانی است که فقط به خاطر امو ایدای تفوق طلبی انحصار طلبی که حاکمیت یک پدیده تقسیم ناپذیر است،
یعنی ما با قدرت را به هیچ کس تقسیم نمی کنیم. با این مفکوره اگر باشه این رقم خوب از بس خدای نخواسته، خدای نخواسته امی مخ و دیگر را از طرف کس کب نمیزنم. ما یک هزاره است، مادر ما هزاره است، پدر ما هزاره است، امی افغانستان هم سرزمینی هزاره است. امی تو که سیمانوری استی هم از ما استی، امی اوغوی که در شمال و جنوب است هم از ما است، امی در هر جایی که امی تاجیک و ازبک و هر قوم که است از ماست. خدای نخواسته، خدای نخواسته با یک مشکل مواجه شویم که اینمی سرزمین، سرزمین مشترک همه ماست، از ما است، از بشار دیگاه هم است. همو یک وضعیت پیش بیه که تیکه تیکه شویم. این برای شخص خود بسیار یک غیر قابل تحمل استی. می خواهیم همه در کنار هم زندگی بکنه تحت یک نظامی که نظام انسانی باشه و به نظر شخص بنده فدرالیزم بهتر است از هر نظام دیگه ای که در گذشته تجربه شده. تشکر. سلامت و بخیر باشین. به با امید روزی که واقعا یک عدالت اجتماعی در داخل افغانستان حاکم باشه، یک اخلاقیات صحیح بیاید و قانون مداری حاکم باشه و تمامی اقلیت ها در کنار اکثریت ها بتوانند زندگی آرام و خوشی داشته باشند. تشکر میکنیم از شما که وقت دادین در برنامه تشریف آوردین. سلامت و بخیر باشین. دوستان و مخاطبین عزیز، تا برنامه بعد با عناوین مختلف دیگه در خدمت شما هستیم. شما را به خدای بزرگ می‌سپارم. خدا یار و نگهدار.